در این برنامه نگاهی اجمالی خواهیم داشت به این اسناد و گزارش‌ها و صحت و سقم محتوای آن را در گفتگو با دو متخصص تاریخ ایران بررسی خواهیم کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد از شهر پالو آتو با ماست و مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز از نیویورک طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم از آقای عباس میلانی و مهرزاد بروجردی که وقت دادن و دعوت ما رو پذیرفتند. آقای میلانی، شما سالها با اسنادی از این دست سر و کار داشتید، قوطه‌ور بودید به یک معنا، هم برای کتاب مهم شاه و همینطور برای آثار دیگری که درباره تاریخ معاصر ایران نوشتید. مجموعه زیادی از اسناد مشابه این رو هم در کتاب شاه در چاپ دومش الان شما آوردید. با توجه به هر حال سابقه کار شما با این نوع اسناد، اون چه که از آیت الله خامنه ای شنیدیم درباره جعلی بودن این اسناد یا واکنش‌های دیگری که در ایران داشتن که خب تاکید زیادی روی جعلی بودن اسناد داره، شما این اتهام رو چقدر قابل اعتنا میدونید؟ فکر کنم اون اتهام به هیچ وجه من الوجود قابل اعتماد و اعتنا حتی نیست. برای من خیلی غریبه که رهبر یک کشوری این همه اسناد رو، اسناد متعدد رو، که تازه اونچه که در بی بی سی آمده گوشه کوچکی از این اسناد رو اسناد هست، در مورد تماس آیت الله خمینی هم با آمریکا هم با فرانسه و قاعدتا در آینده اسناد دیگری هم خواهد آمد. بدترین واکنشی که به گمان من رهبر جمهوری اسلامی میتونست به این گزارش نشون بده همون بود که کردن، که بگن این اسناد جعلی است. شکی در صحت این اسناد نیست، در صحت این روابط نیست. همطور که آقای فتایی گفتن، تماس 1963 مبتنی بر یک گزارش دست دومه، باید منتظر موند گزارش دست اول اون در بیاد و صحت و سقم ابعاد اون روشن بشه. حرفی که مثلا آقای حجاریان زدن در مورد که اون هم نمیتونه درست باشه به خاطر اینکه آقای کمره‌ای در اون دوران اجازه ملاقات نداشت، اون هم به گمان من حرف خیلی کم اهمیتی است، برای اینکه ایشون بهتر از هر کس میدونن آقای خمینی به راحتی میتونست از طریق یکی از کسانی که باش ملاقات داشتن چنین پیغامی رو به آقای کمره ای برسونه. من تا خود سند کمره ای رو نبینم نمیتونم قضاوت کنم، ولی در این که اون در گزارش سیاه هست و این گزارش در اسناد آمریکا هست و اینکه این اسناد به هم ارتباط دارن و جعلشون اصلا به نظر من ادعای بسیار به قول آخونده شازیه، در اون من شکی ندارم. مهم همونطوری که در یک دوباره خود آقای فتایی در یکی از گزارشاشون اون متن بسیار جالبی رو از بهشتی چاپ کردن، وقتی که در همون زمانی که رژیم اسناد لانه جاسوسی رو در آورد به قول خودشون، وقتی که 70 جلد از این اسناد رو در آوردن، اون وقت ادعای جعلی بودن این اسناد رو نمی کردن. از اون اسناد استفاده تبلیغاتی میکردن، استفاده ابزاری میکردن، آقای امیر انتظام رو براش 30 سال به زندان انداختن حدودن. ولی آقای بهشتی در اون زمان با درایت کامل گفت منکر نشد که این دیدارها صورت گرفته، منکر نشد که خدای آیت الله خمینی این اسناد رو دیده، ادعا نکرد که اینها هیچ کدوم جعلی است. گفت آیت الله خمینی خودشون بهتر از هر کس میدونن که ما داشتیم از مصالح انقلاب دفاع میکردیم. یعنی مهم این چیزایی است که در این گزارش ها گفته شده، وعد و وعید هایی که داده شده. جان میلانی، درباره محتوای این گزارش ها، وعد و وعید هایی که داده شده مفصل صحبت میکنم. اگه اجازه بدید من نظر آقای بروجردی رو هم بپرسم در همین باره، این اتهام جعل سند. آقای بروجردی، چقدر این رو واقعا فکر میکنید که میتونه واقعی باشه؟ یعنی این اتهام، بحث جعل سند، منم مانند دکتر میلانی فکر میکنم به هیچ وجه در حقانیت این سندها نمیشه شک کرد. برای همه مورخینی که با این نوع اسناد دولت امریکا قبلا مواجهه شدن در رابطه با انقلاب، در رابطه با مسئله ایران کانترا و غیره، میدونن که جزئیاتی که در این رپورتو هست انقدر دقیق هست، انقدر با فکت های تاریخی میخونه که جای شکی درش نیست. ببینید، یادمون باشه این گزارش رو در رابطه با صحبت سال 1963 و آیت الله کمره‌ای دارم میگم، یک گزارشی سیایه خواسته که یک نفر محقق براش بنویسه. آیا حالا استدلال دوستانی که این حقانیت این سندها رو زیر سوال میبرن، آیا این هست که
این نویسنده خواسته سیایه رو فریب بده و اگر قصد بدی داشته سیایه چرا تا 25 سال این سند طبقه بندی شده و بیرون نیامده و باز هم 11 سال دیگه هم طول کشیده تا کسی رفته و اون رو بهش دست پیدا کرده که آقای فتاحی باشن. به نظر من این صحبت ها به هیچ وجه درست نیست. این برمیگرده به اون نگرش بت‌سازانه از آیت الله خمینی و دیگران. در این سند ها شما شاهد این هستیم که افراد بسیاری دارن با طرف امریکایی مذاکره میکنن، به غیر از آیت الله بهشتی نام آقای ناصر میناچی که وزیر ارشاد دولت بازرگان هست مطرح میشه، آقای پاکروان هست، آقای سنجابی هست، یک تاجری به اسم غلام حسین روغنی هست، عباس امیر انتظام هست، صحابی هست، موسوی اردبیلی هست و غیره و غیره و غیره. حالا این حملاتی که شده بیشتر به اصطلاح نقطه عطفشون این بوده که گفتن که بی بی سی قصد بدی داشته. سوال من این هست که اگر به جای آقای فتاحی یک نفر محقق دانشگاهی رفته بود و این مدارک رو پیدا کرده بود، که به نظر من بدون شک در آینده نزدیک هم مدارک بیشتری از این طبقه بندی بیرون میاد و ابعاد بیشتر مسئله روشن خواهد شد، اون وقت این استدلال نمیتونست کاری بکنه. من به اینا میگم دفاع بد. اتفاقا اگر ما بخوایم از این نگرش بت‌سازانه بیایم بیرون و بپردازیم به نکاتی که در این تبادل نظر، در این رقص دیپلماتیک بین دو طرف رد و بدل شده بپردازیم، اون وقت به نظر من بسیار هم میشه امتیاز هم به آقای خمینی داد هم به آقای یزدی، به شکلی اینکه چه شکلی این مذاکرات رو پیش بردن، که اگر اجازه بدین در بخش بعدی من راجعش بیشتر صحبت میکنم. بدون شک حتما. من یه عذرخواهی میکنم که تصویر آقای بروجردی بعضی وقت متوقف میشه، ولی خوشبختانه صدایشون رو خیلی واضح و روشن داریم. آقای میلانی خیلی کوتاه با توجه به مجموعه اتهامات، شما گزارش هایی که بی بی سی از این اسناد داده، خود اسناد رو که فرمودید که در واقع مولا درزش نمیره به اصطلاح، ولی گزارش های بی بی سی چقدر وفادارانه بوده؟ آیا بی بی سی احیانا تحریفی یا چیزی شما ملاحظه کردید درش؟ من هیچ تحریفی در اونها ندیدم. اونها رو با دقت خوندم، هم گزارش ها رو خوندم، هم بعضی از سنت ها رو دودم و سنت های دیگری هم هست. سنت های دیگری هم هست که از تماس های دیگری حکایت داره، یعنی حتی قبل از این تماسی که در ایجابش اشاره میشه، مثلا کارتر به خود آقای خمینی نامه میفرسته و میگه که من دارم کاتم رو به عنوان نماینده خودم میفرستم که با شما مذاکره بکنه. هم اون نامه رو من دارم، هم شرح گزارشی که کاتم بعدن میفرسته. کاتم رو همه در آمریکا از جمله خود آقای یزدی میشناختن که این آدم سیاه است، قبلا در دوران مصدق در ایران نقش فعال مایشا داشته. یعنی that mob that came into North Tehran and was decisive in the overthrow was a mercenary mob, had no ideology, and that mob was paid for by American dollars, and the amount of money that was used is it has to have been very large. The battle at the house raged for several hours. Over 100 lives were lost. The Tehran mob took their revenge by sacking and looting the Prime Minister's residence. Mossadegh surrendered. The coup had succeeded. Britain had got its revenge, and the newsreels gloated. The Shah had fled Iran in fear. Now he returned in triumph. While in public, the Shah held parades. Behind the scenes, he settled old scores, imprisoning and executing his opponents. Soon, he signed a deal with Western oil companies. But it was America, not Britain, that now called the tune in Iran. And the Anglo-Iranian oil company, renamed BP, had to share its former monopoly with American oil companies. شکی نیست که با علم به این که کسی مثل کاتم با نامه کارتر اومده و آیت الله خمینی باش مذاکره کرده، شرح مذاکراتش هم به دقت در اونجا به گمان من هست. در حتما وقتی شما 11 گزارش می نویسید یا 10 گزارش می نویسید و به این وارد این جزئیات میشید، حتما در جزئیاتی هست که آدمای مختلف میتونن سلیقه های مختلف داشته باشن. من فکر میکنم مثلا در مورد تماس آقای کمره ای، من اگر من میخواستم اون گزارش بنویسم با اندکی احتیاط بیشتر می نوشتم، یعنی می گفتم که تا وقتی که این سند درست در نیاد، سند نهاییش در نیاد،
این احتمال یه چنین سندی هست. ولی بقیه آقای فتاحی نکات بسیار جزئیات بسیار تازه‌ای رو خودشون در مقدمه گفتن. کلیات این تماس ها خیلی قبلا بحث شده در کتاب شاپ، اومد به جزئیات اومده، اونطور که اشاره گفتیم کردیم مثلا در مورد چیز هست، ولی جزئیاتی که ایشون پیدا کردن در این سنت ها به نظر من بسیار بسیار جزئیات مهمیه و همه رو با دقت و با حوصله بازگوی کردن. آقای بروجردی، شما بخشی از اسناد رو ملاحظه فرمودید، اسنادی که همکار ما پیدا کردن و همینطور گزارش ها رو. خیلی مختصر به عنوان به هر حال یک فرد دانشگاهی متخصص بی‌طرف، شما آیا این گزارش ها رو درش تحریفی ملاحظه فرمودید؟ می‌کنم در این گزارشات تحریفی بوده. آقای فتایی کار بسیار ارزنده‌ای کردن به نظر من و اگر به اصطلاح خرده‌ای میشه گرفت یا پیشنهادی میشه کرد این بود که به نظر من اگر ایشون با چند نفر از این مورخینی که این سابقه دارن در نگاه کردن به این اسناد صحبت می‌کردن و یا شاید حوزه نگرششون به اتفاقاتی که در درون ایران افتاده بود رو یکم گسترده تر میکردن، شاید بشد یه چارچوب بدنه بهتری برای بعضی از تحلیل هایی که ارائه شده مطرح کرد. برای مثال یه نمونه بگم، اینی که امریکایی‌ها چرا نگران شهروندان خودشون هستن در اینجا رو باید در این قاموس نگاه کرد که در 23 دسامبر یک نفر امریکایی در اهواز ترور شدن و این به نگرانی دولت امریکا راجع به شهروندانش اضافه کرده و بنابراین تلاش هایی که صورت میگیره در پاریس و در تهران در این راستا بوده که به نگرانی های امریکا بتونن پایان بده. آقای دکتر میلانی، درباره نفس تماس اگر بخوایم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال همونطوری که قبلا هم اشاره شد به هر حال در تاریخ رسمی یا اونچه که به هر حال تاریخ تایید شده از طرف جمهوری اسلامی سالهاست مطرح میشه، همواره به هر حال آمریکا به عنوان یک شیطان بزرگ هست که حتی مذاکره با اون یک ذنب یک گناه به اصطلاح نابخشودنی است. آنچه که الان ما داریم میبینیم در این اسناد، نحوه این مذاکرات به چه شکلی است؟ آیا یک مثلا تماس‌های پراکنده‌ای بوده یا نه واقعا یک گفتگوی سیستماتیکی بوده که معطوف به یک هدفی بوده؟ ظاهرا به نظر میاد که خب مسئله خونسا کردن ارتش خیلی مهم بوده برای آیت الله خمینی و انقلابی. در این مقطع به گمان من همونطور که شما گفتید هدف اصلی متقاعد کردن آمریکا به دو چیزه. یکی اینکه ارتش رو آمریکا متقاعد بکنه که با طرفداران آیت الله خمینی بیعت بکنن، که آمریکا اون کار رو کرد. سفارت آمریکا نقش اساسی داشت در اینکه ارتش رو خونسا بکنه و دست ارتش رو بگذاره در دست طرفداران آیت الله خمینی در ایران و در واقع در دست خود آیت الله خمینی. دو، این تلاش‌ها سعی می‌کرد که به آمریکا القا بکنه و در این هم موفق شد که آیت الله خمینی و طرفدارانش نیروهای رادیکالی نیستن. وقتی که از آیت الله خمینی پرسشنامه‌ای میپرسن و ایشون جواب میدن که به هر حال شما چیکار میخواید بکنید، کاملا احساس میکنید که آیت الله خمینی داره جواب رو یه جوری میده که آمریکایی ها رو در واقع راضی بکنه. همونطور که آقای دکتر بروجردی گفتم با درایت خیلی فراوانی هم این کار میکنه، نه تنها با درایت این کار میکنه، صورت بندی جوابهاش خیلی دقیقه، بلکه کسی که ازش استفاده میکنه یزدی برای اینکه این کار رو انجام بده، کسی که در تهران ازش استفاده میکنه برای اینکه رابط باشه، یعنی آقای بازرگان، حکایت از این داره که آیت الله خمینی متوجه شده بود که آمریکا میخواد کمک کنه ارتش خونسا بشه بیاد به طرف آیت الله خمینی. آیت الله خمینی رو هم فکر میکرد یه حکومتی از جبهه ملی یا حداقل مذهبی های جبهه ملی سر کار خواهد آورد. دقیقا هم در مقطع اول همین کار رو آیت الله خمینی کرد. انتخابش به خاطر انتخاب بازرگان دقیقا به همین خاطر بود. بعد نظراتشون رو عوض کردن، بعد به محض اینکه به ایران برگشتن شروع کردن دیگه اون قسمت دوم تاریخه. ولی ببینید شما وقتی که اسناد روابط جمهوری اسلامی رو با آمریکا نگاه میکنید، این واقعا اسطوره خیلی زود شکسته میشه. اینها نه تنها قبل از انقلاب تماس داشتند، بعد از انقلاب هم تماس داشتند. در اوج گروگانگیری
اینها با نه تنها با دولت آمریکا مذاکره میکردند، بلکه شواهد غیر قابل انکاری وجود داره که نمایندگان آیت الله خمینی با طرفداران ریگان که هنوز رئیس جمهور نشده بود ملاقات کردند و چه بسا که آزاد کردن گروگانها را به تأخیر انداختن. این اسناد به طور وسیعی وجود داره و قابل دسترسی است. در قضیه ایران کانترا در همین آقای خامنه ای که الان میگن این اسناد جعلی است، در همین دو سال قبل به دستور خود ایشون نماینده خود ایشون در عمان برای یک سال با آقای برنز ملاقات کرده، ملاقات های محرمانه کرده. خب برنز اومده از اینا گزارش نوشته، 30 سال دیگه این گزارش طبق بندی در بیاد، اون وقت فرزند اون زمان آیت الله خامنه ای میگه اینا همه جعل، وجود نداشته، برای اینکه ما باور نداریم. خب نمیشه اینجوری که تاریخ نمیشه نوشت. آقای بروجردی، شما اهمیت این مذاکرات رو در پیروزی انقلاب چقدر میدید؟ بس یعنی تا اینجا به هر حال روشن شد که این مذاکرات وجود داشته، خیلی سیستماتیک و روشن، و در واقع آیت الله خمینی و اطرافیانشون تلاش داشتن متقاعد بکنن آمریکایی ها رو و به وسیله اونها ارتش رو خونسا بکنن. این مذاکرات چقدر نقش داشت فکر میکنید به لحاظ تاریخی در به پیروزی رسیدن انقلاب و مجاب کردن آمریکایی ها در این مذاکرات که به هر حال انقلاب اسلامی یا حکومتی که بناست به قدرت برسه قرار نیست منافع آمریکایی ها رو به خطر بندازه؟ به نظر من مذاکرات بسیار مهم بوده. اون چیزی که این اسناد واقعا برش دلالت میکنه این هست که همه طرف ها گیج هستن و نمیدونن باید با این اوضاعی که داره اتفاق میفته چه کار بکنن. در امریکا آقای بروژینسکی موضعش در رابطه در قبال اینکه شاه باید چه کار بکنه با موضع آقای سالیوان کاملا متفاوت است. شاه مشخص میشه که واقعا مستاصل هست راجع به اینکه چه موضعی باید بگیره. ارتش نمیدونه، سران ارتش نمیدونن باید چه کار بکنن. من چیزی که از خلال این نگاه کردن دقیق به این اسناد به دستم آوردم این هست که امریکا به نظر من 7 تا نگرانی اساسی داشته که من زود برمیشمرم. یکی این که میخواستن که ارتش شقه نشه و جلوگیری کنن از جنگ داخلی، بنابراین تاکید میکردن بر لزوم تماس با ارتش. دوم نگرانی هست از رشد کمونیست ها در ایران و به خصوص حزب توده که نگرانی بسیاری از حزب توده داشتن. سوم نگران چگونگی انتقال به دولت موقت بودن و اینکه اگر آقای خمینی دولت موقت اعلام بکنه این باعث سقوط زودرس دولت آقای بختیار میشه و دارن سعی میکنن طرف ایرانی رو به اصطلاح این رو بهش بقبولنن که یه چنین کاری نباید بشه. و به نظر من جالب است که از مذاکره‌ای که بین آقای یزدی صورت میگیره با زیمرمن و تا زمانی که آیت الله خمینی دولت موقت رو اعلام میکنه یک 10 روز فاصله ما میبینیم. چهارم مسئله سلامتی شهروندان امریکاست که همونجوری که میدونیم هزاران نفر امریکایی در اون موقع در ایران زندگی میکردن، بنابراین امریکا نگران اون مسئله هست. نکته پنجم سرمایه گذاری هایی هست که امریکا در ایران کرده بود و میخوام ببینن که بر سر اونها چه خواهد آمد. ششم مسئله فروش نفت هست به غرب که این ادامه پیدا بکنه. و آخر هم اینکه روابط سیاسی و نظامی با امریکا ادامه پیدا بکنه. ما آنچه که میبینیم از طرف ایرانی همونجوری که دکتر میرانی مطرح کردن این است که نگرانی اصلی مسئله کودتای ارتش هست. به هر حال به نظر میاد که سنگینی وزنه سابقه 28 مرداد کماکان در اذهان آیت الله خمینی، آقای یزدی و دیگران هست. ما میبینیم مرتب یزدی سوال میکنه از زیمرمن که آیا ارتش علاقمند به حفظ سلطنت هست یا اینکه میخواد نهاد خود ارتش رو نگه داره. حتی تا زمانی که مسئله شورش در پادگان دوشان تپه مطرح میشه اینها باز نگران کودتا هستن، یا وقتی که پرواز آیت الله خمینی به ایران صورت میگیره نگران هستن که آیا ارتش این هواپیما رو ساقط خواهد کرد یا نه. به غیر از مسئله کودتا، نکته دومی که طرف ایرانی در مذاکرات داره ازش تاکید میکنه این است که بر در مسائل داخلی ما مداخله نکنه. اینا به نظر من رؤوس بحثای دو طرف بوده که به نظر میاد تونستن به یه توافق زمینی در رابطه با هر کدوم از این مسائل برسن. من یه نکته مشترکی هم در صحبتهای سال 1963 آیت الله خمینی و
این پیغام هایی که در مقطع انقلاب رد و بدل شده میبینم. دو تا نکته اساسی هست در وجه اشتراک این دو نوع پیغام ها. یکی این که ما مخالفتی با منافع امریکا نداریم که در هر دو طرف هر دو زمان مطرح شده و حضور امریکا رو وزنه‌ای در مقابل شوروی کمونیست میبینن، و دوم این که میگویند که اسلام، پیروان اسلام میتوانند با ادیان دیگر بخصوص مسیحیان همکاری کنند، که اینها به نظر میاد وجه اشتراک در این دو پیغام هست که فاصله زمانی شاید 15 ساله با هم دیگه دارن. آقای میلانی، شما یه نکات رو اشاره فرمودن آقای بروجردی، مثلا از جمله بحث تغییر قانون اساسی، یعنی تغییر قانون مشروطه و برچیده شدن نظام سلطنتی که به نظر میاد که به هر حال با آمریکایی ها به توافق رسیدن آیت الله خمینی و اطرافیانش. بازم در واقع پرسش من این هست که چقدر این مذاکرات رو شما حیاتی میدونید برای به پیروزی رسیدن انقلاب، و این چراغ سبزهایی که آمریکایی ها مرتب نشون میدن که ما با تغییر قانون اساسی مخالفتی نداریم یا با تغییر رژیم سلطنتی مخالفتی نداریم؟ به نظر من توی اسناد اگه نگاه بکنید، چه اسنادی که تو این مجموعه اومده و چه اسناد دیگر، هم آمریکا هم انگلیس در اکتبر، پایان اکتبر 78 به این نتیجه میرسن که شاه قاعدتا دیگه نمیتونه در ایران بمونه و به فکر یک راه حل دیگری میفتن، و خیلی زود به این نتیجه میرسن که شاید ترکیبی از آیت الله خمینی و جبهه ملی تنها راه نجات ایرانه. مسئله رو ارتش میدونستن و به همین خاطر تمام سعیشون رو کردن که یک چنین ائتلافی ایجاد بکنن. اگر آمریکا این وساطت رو نمیکرد، معلوم نیست که ارتش ایران چه میکرد. اگر آمریکا از مثلا اکتبر، آخر اکتبر، اوایل نوامبر به این نتیجه نرسیده بود که شاه دیگه نمیتونه بمونه و آقای سالیوان اون گزارش کذاییش رو نمی نوشت، سفیر وقت آمریکا دایتر، بله دقیقا، اونجا توی یه گزارش دیگه سالیوان رسما می نویسه که ما اگه بخوایم شاه رو نگه داریم باید یه کاری خیلی وسیع‌تر از 28 مرداد بکنیم و من کار رو صلاح نمیدونم انجام بدم. یعنی اگر این نظر رو بهش نرسیده بودن، معلوم نیست که ایران چی میشد، معلوم نیست ارتش چی میشد، معلوم نیست که تحولات چه رخ میداد. ببین دوباره آقای میلانی، به نظر میاد که حتی تلاشایی که حالا شاه یا ارتش، عمدتا شاه در واقع، برای سرکوب انقلابیون داشته، هم آمریکایی‌ها به شدت جلو این رو میگیرن که در واقع انقلاب سرکوب بشه. کاملا هم جلوی اون رو میگیرن، هم سعی میکنن جلوی خونریزی رو بگیرن، بعدم یعنی در یه نکات جزئی هم دخالت میکنن که به نظر من دوباره مثلا این جنبش قبلا دانسته نبود. آمریکا یا از طریق سالیوان به شاه فشار میارن که دکتر صدیقی رو در واقع رد بکنه و به جای اون بختیار رو بیاره، برای اینکه استدلالش همین بود که دکتر صدیقی سابقه مبارزه با مذهب افراطی داره و در شرایط فعلی به درد نمیخوره. یعنی حداقل برای من وقتی کتاب شعر می‌نوشتم، این یک بخش از ماجرام آقای میلانی ظاهرا این هست که آقای دکتر صدیقی خواهان ماندن شاه در ایران بود، در حالی که بله اون رو ببینید، اون جنبه رو در روشن بود، یه جنبه‌ای که واقعا حداقل برای من اصلا روشن نبود و تو اسناد من ندیده بودم. و این یعنی یه نامه از پارسونز هست که من اون رو در کتاب شاه منعکس کردم. پارسونز به شاه میگه که من فکر نمی‌کنم صدیقی کاندید مناسبی است، ولی آقای فتاحی گزارش در رو پیدا کردن که سالیوان به صراحت میگه که دکتر صدیقی در این شرایط مناسب نیست. یعنی در این جزئیات هم حتی دخالت میکردن. و بعد دوباره نکته مهمی که باید یادمون نره اینه که تو یکی از این گزارش ها به صراحت آمده که آمریکا قبل از تماس های مستقیم زیمرمن و کاتموف دیگران از طریق فرانسوی ها با آیت الله خمینی تماس داشته. آرشیو دیپلماتیک فرانسه بسیار دشوارتر دسترسی بهش پیدا کردن از آرشیو آمریکا، ولی اون آرشیو هم بالاخره یه روزی روشن خواهد شد. با اونهایی که میگن اینها همه ساختگیست، تماسی نداشته، به نظر من آینده سختری در پیش دارن برای این کارهاشون. آقای بروجردی، صحبت از دکتر صدیقی و بختیار شد در واقع روزها یا هفته های انتهای حضور شاه،
در ایران. یکی از باز چیزهایی که به هر حال جلب توجه میکنه در این اسناد این هست که بعد از اینکه بختیار به روی کار میاد به نظر میاد که آمریکایی‌ها خیلی هم تمایلی ندارن که دولت بختیار بتونه موفق باشه و حتی این بحث مطرح میشه که اگر بختیار توانست به نوعی جلوی انقلاب رو بگیره یا جلوی ورود آیت الله خمینی به ایران رو بگیره حتی علیه دولت بختیار کودتایی صورت بگیره. کاملا درسته. یکی از جالبترین ابعاد این اسناد برای من موزهشون در رابطه با آقای بختیار بود. ببینین شاپور بختیار 4 ژانویه نخست وزیر شد، حکم گرفت و کابینه تشکیل داد. در این اسناد سندی هست به تاریخ 9 ژانویه که آقای دیوید آرن که معاون امنیت ملی امریکا بوده، یعنی معاون آقای بریژینسکی، یک گزارش محرمانه می نویسه به بریژینسکی و میگه که آقای دولت و آقای بختیار از لحاظ سیاسی به جایی نمیرسه. یعنی دو روز 5 روز بعد از اینکه آقای بختیار روی کار هستن میگن که این کافی نیست. آقای آرون به بریژینسکی پیشنهاد میکنه که بله، ما باید به فکر یک کودتایی بر ضد بختیار باشیم تا توافقی بتونه بین سران ارتش و روحانیون صورت بگیره. و این به اصطلاح موضع جناح سختگیر دولت امریکا بوده و میبینیم که در مقابل این آقای سالیوان که داره در ایران مذاکره میکنه کاملا با این نوع نگرش مخالف هست و اون فکر میکنه که درست بختیار هم به اصطلاح شانسی برای ماندن نداره و باید به سراغ آلترناتیو آیت الله خمینی رفت. آقای سالیوان کسی هست که به اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش هست و بیش از همه داره تاکید میکنه که باید با نمایندگان آیت الله خمینی مذاکره صورت بگیره. آقای بروجردی، به نظر میاد خود آقای بختیار هم به نوعی حالا همون موقع ها متوجه این داستان بوده، اگر درست به خاطرم مونده باشه حتی در یکی از مثلا مصاحبه‌اش این رو میگه که آمریکایی‌ها بازی مشمئز کننده ای رو اون دوره انجام دادن در دوران روزهای آخر به اصطلاح در واقع در روز چند روز منتهی به پیروزی انقلاب. کاملا درسته. ببینیم به نظر میاد که به هر حال ایشون هم حالا چه در آن زمان آگاه شده یا در به اصطلاح در بعد از انقلاب متوجه ابعاد این مسئله شده. آنچه که فکر میکنم داریم با نگاه به این اسناد میشه به طور دقیق مطرح کردیم که مذاکره یکی و دو نفر نبوده. بنابراین اینی که بخوایم شما اینها رو از چشم افراد دیگه کاملا پنهان نگه دارین کار مشکلی هست. برای مثال من به اینکه آقای ناصر میناچی نقش داشته در مذاکرات و با آقای جان استمپل که در سفارت امریکا در نقش سیاسی داشته مذاکره میگه قبلا بر نخورده بودم و این برای من جالب هست. آقای میلانی، یکی از مواردی که خب خیلی تو ایران تاکید شده در سالهای گذشته، حالا اگر هم راجع به این تماس ها صحبتی شده مثلا در خاطرات های دکتر یزدی وزیر خارجه دولت موقت، این بحث هست که این آیت الله خمینی یا انقلابیون نبودن که پیش قدم شدن، این در واقع دولت کارتر بوده که پیش قدم شده برای انجام این مذاکرات. به نظر میاد این هم باز خیلی قرینه بر صحت نیست. مسئله مثلا لئونارد فریدمن هست و سیگنال هایی که آیت الله خمینی میفرسته برای مذاکره. به نظر من این هم از اون حرفای شازه. اولا معلوم نیست که سیگنال اول رو کی داده. در خیلی از موارد همونطور که شما گفتید سیگنال ها رو خود اینها دادن. چه کسی در آمریکا مثلا به وزارت امور خارجه رفته گفته که آیت الله خمینی میخواد مذاکره بکنه؟ ولی گیرم آمریکایی ها پیغام فرستادن، گیرم حرف آقای یزدی درست باشه که آیت الله خمینی مبتکر این تماس نبود، ولی وقتی که آمریکایی‌ها تماس گرفتن ایشون مشتاقانه جواب داد، نماینده خودش رو فرستاد، پرسشنامه آمریکایی‌ها رو جواب داد. یعنی مهم نیست که این مثل بازی‌های بچه‌ها تو کودکستان که نیست کی قهر رو اول میشکنه تو اول اس بیار. رابطه دیپلماتیک، شما نمیخواید رابطه دیپلماتیک داشته، شما نمیخواید با آمریکا مذاکره بکنید، آمریکا نامه میفرسته شما جواب نمیدید.
وقتی جواب دادید و بعد دنبالش کردید و بعد در تهران دستور دادید نمایندگانتون مذاکره بکنن، بعد به سخنگوتون در اونجا گفتید، بعد صادق قطب‌زاده جزو نزدیکتریناتون بود. من اسنادی پیدا کردم که کتاب دوباره شاه هست، صادق قطب‌زاده 1962 با آمریکایی‌ها تماس نزدیک داشت. صادق قطب‌زاده بر اساس یه سندی 1962 گفته کندی به ما وعده داده که ما میتونیم منو در ایران وزیر خواهند کرد. در واقع تقریبا در همون دوره هست که همین بحث پیام آیت الله خمینی توسط میرزا خلیل کمره‌ای مطرح میشه دیگه به دولت. کاملا ببینید در زمانی که این نامه ادعا شده، این تماس گرفته شده، دوباره ما دو نامه دیگه داریم که اینا رو دوباره من اسناد منعکس کردم، هم بختیار هم حاجی علی کیایی که در زندان بود، در فاصله چند ماه اون دو نفر هم نامه به کاخ سفید می نویسن که شاه نمیتونه بمونه و اوضاع رو باید شما کمک بکنید، عوض بکنید. اگر اون تماس از طریق آیت الله کمره گرفته شده، دقیقا نشون میده که آیت الله خمینی در اون زمان در تماسهاش میدونسته که جبهه ملی میدونسته که شاه ضربه پذیره. در اون زمان، زمانی که آیت الله خمینی نامه رو نوشته، دقیقا زمانی است که دولت کندی در صدده که یک شورای سلطنتی تشکیل بده و شاه رو از ایران خارج بکنه. یعنی رئیس قوه، یکی از قضات دادگاه عالی آمریکا، آقای ویلیام داگلاس در خاطراتش میگه ما حتی ترکیب شورای سلطنت رو، یعنی این دقیقا هفته بعد از این نامه ایست که تماسی است که ظاهرا آیت الله خمینی گرفته. این که در یک چنین زمانی چنین نامه ای نوشته باشه، اگر نوشته باشه که به نظرم قاعدتا نوشته، در اگر در سیاهه هست، این نشانه سازشکاریش نیست، نشانه اینه که با جبهه تماس داره، با جامعه تماس داره، نبض جامعه رو میدونه و میخواد در آینده ایران نقش بسیار مهمی داشته باشه. و به جای اینکه این بت‌سازی رو بکنن به قول آقای دکتر بروجردی، اگر بپذیرن که این تماس ها صورت گرفته و بیشتر در مورد اینکه تو این تماس ها چی اتفاق افتاد، برای اینکه کتمان کردن اینها فقط باعث بی‌آبرویی بیشتر خواهد شد به گمان من. آقای دکتر بروجردی، در اون دوره، در ابتدای انقلاب، حالا با تصویری که بر از آیت الله خامنه ای در سالهای گذشته تلاش شده که حفظ بشه یا حتی تشدید هم پیدا بکنه، در اون دوره بر حال آیت الله خامنه ای به عنوان یک رهبر مذهبی و معنوی شناخته میشه که قاعدتاً بری از دروغ و نمیدونم سیاست بازی و موارد دیگر هست. یه مصاحبه‌ای هست، اشتباه نکنم پی بی اس هست، در نوفلوشاتو مصاحبه‌ای که میکنن با آیت الله خمینی، خبرنگار از آیت الله خمینی میپرسه که آیا شما با آمریکایی‌ها تماس داشتید و ایشون با صراحت میگه خیر. و این در حالی هست که مترجم ایشون آقای دکتر یزدی که در کنار آقای خمینی نشسته، مدت هاست که با زیمرمن در واقع در مذاکره هست و پیام‌های آیت الله خمینی رو در واقع به دولت آمریکا میرسونه و پیام‌های اونها رو برعکس. این تصویری که اون موقع بوده، مثلا در باز در همین اسناد ببینیم که آقای سالیبان از آیت الله خمینی به عنوان گاندی یاد میکنه، یعنی یک چهره بسیار متفاوتی از اون چه که امروز از این اسناد در میاد. بله، کاملا درست. ببینید، فکر میکنم اگر ما مجموعه این اسناد رو بذاریم کنار هم در رابطه با نقش و نگاه آیت الله خمینی، سه گونه تعبیر میشه کرد. یکی اینکه ایشون به اون حرفهایی که زده در رابطه با اینکه ما با منافع امریکا مشکل نداریم و غیره واقعا اعتقاد داشته. یه استدلال دوم این است که آقای کمره‌ای و آقای یزدی سر خود این حرفا رو زدن و حرف در دهن آیت الله خمینی گذاشتن و که همونجور که قبلا مطرح کردیم به نظر من هیچ محلی از اعراب نداره در رابطه با واقعیت. و احتمال سوم این هست که آیت الله خمینی به شکل به اصطلاح متوسل شده به دروغ مصلحت آمیز و برای اینکه جلب بکنه امریکا رو و برای اینکه ارتش رو از اون حالتی که میتونه کودتا بکنه بیرون بیاره، این وعده و وعیدها رو داده. من چیزی که برای من خیلی جالب هست، استدلال هایی هست که آقای یزدی در طول مذاکرات، حداقل چهار دیداری که با آقای زیمرمن داشته، مطرح میکنه. استدلال های آقای یزدی رو وقتی که نگاه میکنه، ایشون مرتب داره میگه که من این صحبت ها رو از جانب آیت الله خمینی دارم میکنم. استدلال ها چی هست؟ یک، ایشون میگن که
کودتا جنبش رو رادیکالیزه میکنه و بنابراین شما به رؤسای ارتش بگین که یه چنین کاری نکنن. آیت الله خمینی گوشزد میکنه به امریکایی‌ها که من هنوز حکم جهاد مسلحانه ندادم و بهتره که کار به اونجا به سر کشیده نشه. ایشون یزدی میگه که خمینی به آیت الله بهشتی اجازه مذاکره با سران ارتش رو داده. و این نکته هم اجازه اضافه بکنم، یه نکته دیگه هم که فکر میکنم تا به حال من ندیده بودم چون شما راجع به آقای بختیار صحبت کردین، این است که آقای یزدی حتی به امریکایی‌ها این پیشنهاد رو میکنه که وقتی که آیت الله خمینی در فرودگاه مهرآباد پایین اومدن، آقای بختیار به فرودگاه برن استعفای خودشون رو تقدیم ایشون بکنن و در عوض آقای خمینی بختیار رو در درون دولت موقت جای خواهد داد، که این هم یک نکته بدی بود در این اسناد. بسیار ممنونم. در انتها آقای میلانی خیلی کوتاه یک دقیقه اگه جمع‌بندی هست بفرمایید. من فکر می‌کنم این اسناد نکات جزئی بسیار مهمی رو در مورد ابعاد تماس‌ها و جزئیات این تماس‌ها در دهه در سال قبل از انقلاب روشن میکنه و نکته بسیار بالقوه مهمی رو در مورد تماس 1963 مطرح میکنه که تا زمانی که اون خود اون سند در نیاد به نظر من قطعیت نمیشه در موردش صحبت کرد، ولی ابعاد این ماجرا و ابعاد این تماس ها کاملا به گمان من نشون میده که آیت الله خمینی و طرفدارانشون مذاکرات مفصلی داشتن با آمریکا. بله. هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، و این منع کردن این مذاکرات یک نوع به گمان من ریای سیاسی است. آقای جناب بورجردی در چند جمله ممنون میشم جمع‌بندی شما را داشته باشم. آره، منم فکر میکنم این اسناد بسیار مهم هست. فکر میکنم به جای دفاع بد از آیت الله خمینی بهتره که محققین واقعا برن به طرف اینکه این اسناد و اسناد دیگری که از طبقه بندی بیرون خواهد آمد در سالهای آینده رو واقعا مورد مدقه قرار بدن، نگاه دقیق بهشون بکنن تا ابعاد بیشتری از انقلاب ایران رو بتونیم جلوی چشم خودمون داشته باشیم. بسیار 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 متشکرم مرزاد بورجردی و عباس میلانی، ممنونم از شما و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه رو همراهی کردید. من یک بار دیگه یادآور میشم افرادی که به هر حال انتقاد کرده بودن از مجموعه این گزارش ها به امکان حضورشون در برنامه بود، حالا چه حضوری یا چه به صورت تلفنی، آقای دکتر ابراهیم یزدی، عطالله مهاجرانی، آقای عبدالله شهبازی و دیگران، ما خیلی تلاش کردیم که ایشون هم در برنامه حضور داشته باشن ولی موافقت نکردن.